با اون دقت بفرمایید دوستان، نوع دیگه ای از آرتیکل هم وجود داره که آرتیکل نامعین نامیده میشه یا در واقع همون یک. یعنی ببینید ما تا الان خواستیم بگیم مثلا پسر که میشه il ragazzo، یا خواستیم بگیم دانش آموز که میشه lo studente، حالا میخوایم بگیم یک پسر، یک دانش آموز، یک دختر، اینا رو باید چطور بگیم؟ خب دقت کنید دوستان، یک رو ما باید به چه صورت بسازیم؟ برای اسمهای مذکری که حرف تعریفشون یا آرتیکلشون ایل هست، یک در واقع اون هست، یعنی ایل تبدیل به اون میشه. مثلا من اگه بخوام بگم یک پسر میگم اون راگاتسو، چون پسر ایل راگاتسو هست، اما یک پسر دیگه تبدیل میشه به اونها، اون راگاتسو. برای اسمهای مذکری که آرتیکلشون لو هست، در واقع یک اونو هست دوستان، مثل دقیقا همه هنگن لو میشه اونو. مثلا لو ستودنته اگه بخوایم بگیم یک دانش آموز میگیم اونو ستودنته، اونو ستودنته، ها به این صورت اونو ستودنته. اما برای اسمهای مؤنث دوستان، اون پایینی اسمهای مؤنث هست که اگر بخوایم در واقع برای اسمهای مؤنث آرتیکل نامعین یا یک بسازیم، خیلی ساده، لا تبدیل میشه به اونا. باز ببینید هماهنگه، همونطور که لو شد اونا، لا هم میشه اونا. خب مثلا من اگه بخوام بگم یک دختر که میشه دختر که لا راگاتسا هست، اما یک دختر میشه اونا راگاتسا، به این صورت دوستان، اونا راگاتسا. اما به قسمت پایین دقت کنید دوستان، میخوایم راجع به ال آپاستروف صحبت کنیم. ال آپاستروف دوستان دیگه هیچ فرقی نمیکنه، در واقع چه اسم مذکر باشه چه دوستان، ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.